دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید تنی سالم، مغزی جوان و دلی شاد داشته باشید. دوستان، همونطور که اطلاع دارید، آقای پوتین و آقای اردوغان سفری به ایران داشتن و با مقامات جمهوری اسلامی جلسه ای رو تشکیل دادن و با هم سند همکاری و اینا با هم امضا خواهند کرد. مهمترین مسئله که در این جلسه خواهد بود احتمالا مسئله سوریه خواهد بود، ولی مسائلی مثل نقل و انتقال گندم و جویی که اون حبوباتی که در اوکراین گیر افتاده در بندر و انتقال اون به بازارهای جهانی هم یکی از مسائل مورد بحثه. ولی بحث اساسی اینه که ترکیه میخواد حمله بکنه به شمال سوریه، یعنی به کردستان، و میخواد به اصطلاح جلوی تشکیل دولت خودگردان یا خودمختار کردستان در سوریه رو میخواد بگیره، یعنی اون منطقه روژاوا. ولی واقعیت اینه که ترکیه از لحاظ اقتصادی وضعیتش به حدی خراب است که امکان همکاری کردن نیروهای مسلحش نیست، یعنی وضعیت ترکیه به حدی خراب است که احتمال خیلی زیاد در چند ماه آینده دچار ورشکستگی اقتصادی میشه و نمیتونه بدهیاش رو باز پرداخت بکنه و اعلام ورشکستگی خواهد کرد، و احتمال خیلی زیاد چیزی که در سریلانکا اتفاق افتاده در ترکیه هم اتفاق خواهد افتاد. امروز قیمت دلار و ایرو به شدت رشد کرد دوباره. فراموش نکنید که ما در بحث اقتصاد اون چیزی رو که الان بهش میگیم سود بانکی چیزی نیست به غیر از ما با تفاوت قیمتی که بر اساس تورم افزایش پیدا میکنه، یعنی اون سود بانکی، اون سود بانکی نیست که در دین بهش اشاره شده. سود در دین بحثش جداست. وقتی که اقتصاد مدرن به وجود اومده و بانکداری به وجود اومده و بحث بدهی یعنی قرض گرفتن از بانک به وجود اومده، تورم هم به وجود اومده و این تورم باید ارزش پول کسی که رو پول رو به شما قرض میده حفظ بشه. مثلا اگر پارسال با اون پولی که شما میگرفتید میشد این مقدار یک مقدار معینی طلا خرید، باید امسال هم بشه همون مقدار طلا رو خرید. و اردوغان متاسفانه اشتباه بزرگی کرد و این رو وارد پوپولیسم شد و ادعا کرد که سود چون در اسلام حرام است از 19% طی مدت کوتاهی آوردش سر 14%، ولی تورم در بازار ترکیه بالای 70%. یعنی معنی این کار این وقتی شما 100 دلار رو در بانک های ترکیه بگذارید به شما 14 دلار سود میده، ولی در واقع ارزش پول شما 70% اومده پایین، یعنی ارزش پول شما بعد از اینکه گرفتیدش 30 دلاره و به این دلیل مردم پولشون رو داخل بانک نمیذارن. این مشکل اقتصاد ایران هم هست. به جای اینکه مردم پولشون رو داخل بانک بذارن، مردم هجوم میبرن به خرید خودرو و مسکن و دلار و طلا، و این باعث تورم دوباره میشه، باعث افزایش قیمت دوباره میشه، چون مسئله عرضه و تقاضا وجود داره. به هر حال وضعیت ترکیه بسیار وخیم است و ترکیه قادر به تامین گاز مردمش، نفت مردمش نیست. الان شرکت گاز ترکیه نزدیک 1 میلیارد دلار از دویچه بانک قرض گرفته برای اینکه بتونه گاز بخره، و فراموش نکنید که آلمان برای 2 ماه بیشتر گاز نداره و پول کلانی هم داره و داره تمام گاز موجود در بازار رو، LNG رو، گاز فشرده رو داره میخره و داره به هر شکلی شده اروپا داره با پولی که داره خودش رو تقویت میکنه که برای زمستون اگر روسیه عرضه گاز رو ببنده بتونه دووم بیاره. مسئله دیگه که هستش اینه که پوتین هم میخواد ترکیه رو در یک جایی مشغول بکنه که نیروهای ترکیه
یا بخشی از نیروهای ناتو به اصطلاح در یک باتلاق گیر بکنن که این بتونه استفاده خودش رو از لحاظ بحرانی که الان درش گرفتار هست به عنوان بحران اوکراین بخواد در این شرایط خودش رو نجات بده. به هر حال آبستن حوادث بسیاری خواهد بود در این چند روز آینده. چند تا خبر دیگه هست، خبرهای بسیار بسیار دردناکی، خبرهایی از فقر، فحشا، خشونت علیه زنان. باز هم تأکید میکنم که باید دست به دست هم داد و جلوی این مسئله حجاب اجباری رو گرفت و مبارزه کرد با حجاب اجباری. بالاخره با مبارزات مدنی باید این کار کرد، ولی فراموش نکنید که مبارزه مدنی به معنای تسلیم شدن نیست. مبارزه مدنی به این معنا نیست که شما رو کتک بزنن و شما روتون رو به اون ور بکنید بگید این ور رو هم بزن. مبارزه مدنی به این شکل است که در مقابل هجوم نیروی مهاجم باید از خود دفاع کرد، یا دفاع معقول، دفاعی که اونو بترسونه از این که بخواد بهتون حمله بکنه. من فکر میکنم که به جای گرفتن فیلم و به جای گرفتن چه میدونم مدرک از طرف مقابل، دوتا کشیده بزنید در گوشش خیلی تأثیر بیشتری خواهد داشت. در فضای مجازی یه چیزی رو دیدم، یک خانم همدانی فاحش خونه ای رو در اربیل یا حولیر ما کردستان ایجاد کرده و تقریبا 1000 تا دختر ایرانی رو برده و به فحشا کشونده. ببینید متاسفانه سپاه پاسداران برخلاف اینکه ادعا کرد جمهوری اسلامی برای دین آمده است، متاسفانه بزرگترین فاحشه‌خانه رو در دنیا به نام ایران درست کرده. متاسفانه عراقی ها یا عرب ها میان به بهانه زیارت مشهد هزاران فیلم در دنیا در اینترنت پخش شده سر این مسئله و در حالت عادی هم دبی و کشورهای همسایه ایران پر از فاحشه خونه هایی که فاحشه های ایرانی رو دارن توش به کار میبره. بالاخره ببینید تن فروشی به شرطی که به دلیل فقر نباشه، به دلیل اجبار نباشه، ممکنه یک شغل به حساب بیاد. یکی از قدیمی ترین شغل های دنیاست، یعنی از ابتدای وجود بشر هم مسئله سکس در مقابل نان یا در مقابل مادیات وجود داشته و این یک موضوع که در تاریخ انسان باهاش مواجه بوده. ولی بحث اساسی اینه که طرفی که این سرویس رو میده نباید مجبور باشه و نباید از سر فقر این کار کرده باشه. به هر حال باید مبارزه کرد و اگر مبارزه نکنیم عاقبتمون این هست که میبینیم. بالاخره مرگ روزی در خانه انسان رو خواهد زد، چه بهتر که انسان ذلیل نمیره. فکر میکنم مناسب باشه که مبارزه بکنیم. خب کاری از دست ما که در اروپا هستیم بر نمیاد، شما که در ایران هستید باید مواظب به این موضوع باشید و سعی بکنید که از کسانی که بهشون زور گفته میشه حمایت بکنید. اگر خانم ها، دختر خانم ها، عزیزان ما، خواهران ما، مادران ما، دختران ما اگر قرار مبارزه بکنند با حجاب اجباری، مردها هم باید پشتشون وایسن. فیلمی رو در اینترنت دیدم که زن و مردی بسیجی در مشهد جلوی خانمی رو گرفته بودن و مردها اومدن دفاع جانانه کردن. امیدوارم در همه جا این اتفاق بیفته. فیلم دیگه ای رو دیدم که مادری جلوی ماشین نیروی انتظامی رو میگرفت و اونجا تقریبا 1000 تا مرد بی عرضه نشسته بودن و داشتن تماشا میکردن. فکر میکنم اگه هر مرد بی عرضه‌ای که اونجا بوده اگه یک تیکه سنگ برمیداشت و به سمت ماشین پرت میکرد، اون ماشین از اونجا پرت نمیتونست بره. فکر میکنم وقتشه که یواش یواش گوشه کنار شهر رو پر از سنگ بکنیم و بعضی وقتا سنگ پراکنی به سمت ماشین های نیروی انتظامی بسیار چیز خوبی خواهد بود. با امید دیدارتون در فردای ایران آزاد.